780 اسب بخار قوی ترین کامیون دنیاست که چند روز پیش توسط ولوو رونمایی شد. سلام، ولوو 4 تا نسل جدید از کامیون های افش رو با نام ولوو افچ آیرو رونمایی کرده که جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا رو دارن. تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چه ویژگی های خفنی رو دارن و هر کدومشون چه تکنولوژی رو دنبال میکنن. 4 تا ولوو افچ با نام آیرو. چرا آیرو؟ آیرو از کلمه آیرودینامیک میاد و نشون میده که این کامیون ها آیرودینامیک ترین شده ترین کامیونی هستن که ولوو تا به حال تولید کرده و طراحی کاملا جدید و امروزی رو داره. 4 تا نسخه، یکی گاسوس هست، یکی پیل های سوختی و یکی الکتریکی هست که بهترین کامیون برقی سال 2023 اروپا و سال 2024 اروپا امسال باز معرفی شده و نسخه آخر ولوو افچ دیزلی هست که قوی ترین نسخه اون 780 اسب بخار قدرت تولید میکنه و دیگه قوی ترین موتور دیزلی هست که ولوو رونمایی کرده و تو اروپا هم یه شاخشونه دوباره برای اسکانیا کشید. اسکانیا 770 اسب بخار داشت، این بار ولوو 780 اسب بخار با 10 بخار بیشتر قوی ترین کامیون دنیا شد. این کامیون ها چه ویژگی‌هایی رو دارن؟ اولی که طراحیشون کاملا جدید شده و نکته‌ای که از داخل این طراحی آینه ها حذف شده. حذف آینه ها به این دلیل بوده که درگیری جریان باد کمتر باشه و در نتیجه که ماشین آیرودینامیک تر باشه. طبق گفته ولوو هر سال 5% مصرف سوخت ماشین کلا کمتره. چرا؟ چون آینه هاش حذف شده. نکته دیگه که تو طراحی جدید نسل کامیون های ولوو هست اینه که جلو پنجره لونه زنبوری شکل دیگه کاملا حذف شده و یه ورقه کامل 24 سانتی قرار دادن که به دو تا دلیل طبق گفته ولوو انجام شده. یکی اینکه کامیون رو آیرودینامیک تر کرده، شکافنده باد هست و نکته دیگه اینکه ثبات رانندگی تو این طراحی 24% بهتر شده. وای. نکته ای که هست، دوربینای این کامیون خیلی خیلی پیشرفته هستن و نسبت به دوربینی که حالا بنز و هر نوع برند دیگه استفاده کاملا بهبود یافته. چرا؟ سه تا قابلیت مهم داره. اولین قابلیتش قابلیت پنینگ هست که وقتی یه دونه تریلی به کامیون متصل باشه، راننده وقتی میپیچه فرمان رو و داره دنده عقب میره یا داره دنده جلو میره، خود دوربین اتوماتیک زاویه‌اش میچرخه تا دید راننده اوکی باشه و دیگه راننده نخواد سرش رو عقب جلو کنه، خود آینه براش میچرخه. نکته دومی که داره، دید در شب بسیار قوی است که تو تونل ها و تو مواقع بارانی خیلی خیلی خوب عمل میکنه و یه سیستم هوش مصنوعی داره که اگه شب راننده در حال استراحت باشه، یه چیزی، یه دزدی، مانع، هر چیزی به ماشین نزدیک بشه، دوربینا روشن میشن و راننده آلارم میدن و اینم از نظر ایمنی است که بهبود پیدا کرده. از دوربینا که بگذریم، تو نسل جدید کامیون های ولوو سیستم IC خیلی خیلی بهبود یافته. سیستم IC روی سیستم روی گیربکس های کامیون های ولوو نصب میشه و بر اساس توپوگرافی که از نقشه و GPS در اختیار داره، وقتی که کامیون رو حالت کروز کنترل هست، خودش تنظیم میکنه که مثلا تو این جاده، یعنی خودش متوجه است، میدونه که تو این جاده سربالایی هست، پس توان بیشتری در اختیار موتور قرار میده و ماشین با دور بالاتر دنده عوض میکنه و یه نقطه ای رو خودش میدونه که سرازیری و یه کفه صاف هست و ماشین رو یکم حالت آف میاره، دور موتور میاره پایین‌تر به وسیله تنظیماتی که تو گیربکس انجام میده و به این طریق مصرف سوخت کامیون رو کاملا بهبود میبخشه. این بخشی از ویژگی‌های کامیون‌های نسل جدید ولوو بود که همگی به یک دلیل و یک هدف، اینه که کامیون کمتر مصرف سوخت داشته باشه و نکته‌ای که هست، تولید گازهای گلخانه‌اش هم کمتر باشه. نسخه الکتریکی که بهترین کامیون الکتریکی دنیا شده و تنها کامیونی هست که سال 2023 بیش از 1000 تا رو فروخته و دیگه بیش از هر کشنده دیگه داره استفاده میشه، یه سری ویژگی‌های جالب داره. مثلا چی؟ با هر بار شارژش که 90 دقیقه با برق معمولی و یا 35 دقیقه با فاست شارژ، یعنی حالا شارژر اختصاصی، طول میکشه که شارژ بشه، میتونه حدوداً 800 کیلومتر پیمایش داشته باشه با 44 تن بار. شاید براتون جالب باشه که کامیون‌های ولوو 2024 میتونن وارد ایران بشن یا نه. این مثلا یه نمایندگی تو آلمان این ماشین رو خریداری کنه و حالا وارد کننده میتونه از اون نمایندگی این ماشین رو دریافت کنن و وارد ایرانش کنن. هنوز خدمات کامیون‌های 2024 که وارد گمرک شدن تایید نشده، اما اگه تایید بشه قطعاً این سری جدیدم که میاد میتونن وارد کشور بشن. اینم از ولوو آیرو. اگه نظری داشتید حتما برای ما کامنت کنید. علیرضا رو سستم و شما رو تا یه قسمت با کامنت دیگه به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.